سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از برنامه چون دوشنبه شبهای پیشین میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی یا نقض حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه. آنچه که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی تازه در آمریکا گفته است. آقای ظریف وزیر خارجه حکومت دینی ایران بار دیگه مدعی شده که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. مخاطب این سخن و این ادعای بی اساس آقای محمد جواد ظریف چه کسانی هستند؟ آن سوتر نگاهی می اندازیم به وضعیت پناهجویان در کشورهای مختلف به ویژه آمریکای شمالی و اروپا و نیز آیا برنامه اتمی ایران پوششی شده است بر نقض حقوق بشر در ایران و توجه دولت‌های آزاد جهان به این مسئله؟ پرسش‌ها بسیار است. در میان می‌گذاریم برای نخستین بار هست که آقای افشین افشینجم فعال حقوق بشر در ونکوور کانادا با من و شما خواهند بود و در استکهلم آقای فرد صابری تحلیلگر سیاسی نیز مهمان من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. آقای افشین افشینجم برای نخستین بار هست که با من و شما در تفسیر خبر هستند. در عرصه حقوق بشر، در عرصه دفاع از حقوق مردم ایران در صحنه بین المللی فعالیت‌های بسیار داشتند، در مجامع بین المللی حضور یافته و به گفتگو پرداختند، با مسئولان تصمیم گیرندگان در زمینه سیاست خارجی کشورهای مختلف به ویژه آمریکای شمالی همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه میدن. همچنین این نکته را هم بگم که همراه دختر نازنین و گرامی خودشون خانم نازنین افشینجم نیز در این زمینه سالها فعالیت داشتند برای دفاع از حقوق مردمی که در حکومت فقیه در ایران حقوق انسانیشون نقض شده. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای افشین افشینجم عزیز در ونکوور کانادا. سلام. درود به شما جناب آقای چالنگی، خوشحالم که در خدمتون هستم و همطور درود میفرستم به خدمت همه هموندان گرامی هر جای دنیا که هستن و سپاسگزارم از این معرفی بسیار زیبایی که از من و دخترم نازنین کردیم. من میدونم که فعالیت‌های شما بیشتر از برنامه وقت برنامه ما هست، این هست که امیدواریم در برنامه‌های دیگه و
واقعیت های بیشتر، اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های شما در اختیار بینندگان بگذاریم. فرید صابری عزیز در استکهلم، سلام. سلام دارم چلنگی خدمت شما، خدمت مهمان عزیز شما جناب آقای افشین‌جم، به تمام دوستان و آشنایان و یا بینندگان شما در هر جای دنیا که ما رو می‌بینن. بله فرید عزیز، نیاز به معرفی بیشتری ندارم، بارها با من و شما بودن در دوره‌های مختلف تفسیر خبر. اما آقای افشین‌جم عزیز، بذارید ما از اینجا آغاز کنیم. آقای محمد جواد ظریف، ایشون اولین بار نیست که چون این ادعایی میکنه، در این بار هم با آقای چارلی روز صحبت میکرده، اشاره به این نکته که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. سوال من، خب دیوار حاشا به قول معروف بلنده، ما چقدر میخواین میشه دروغ گفت، اما یک هدفی هم از این دروغ هست، حداقلش اینه که یه دی باور کنن. در ایران که کسی اینو باور نمیکنه، چون همه میدونن چه خبره. در مخاطبان تلویزیون آمریکایی هم کسی فکر میکنم اگر دقت کنن یا حساس باشن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، خب اونا هم باور نمیکنن، چون خلاف واقع است و رسانه های آزاد، منابع بین المللی، همه اینا اطلاعات منتشر کردن. زشت نیست آخه؟ بله آقای چالنگی، ببینید شما لپ مطلب گفتین، نه در ایران و نه در خارج این صحبتی که آقای ظریف کردن قابل قبول هست. یعنی تمام کنشگران سیاسی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و به خصوص آقای احمد شهید که نماینده ویژه سازمان ملل هست، که مخصوص برای کار ایران به اصطلاح اپوینتد شده، برگزیده شده، که همونطور که میدونید در 3 سال گذشته، شاید در 4 سال گذشته، ایشون اجازه ورود به ایران رو نداره برای تحقیقاتی که برات راجع به حقوق بشر بکنه، و هر ساله بر گزارش هایی که به سازمان ملل داده در قسمت حقوق بشر به با جزئیات بسیار بسیار زیاد راجع به نقض فاحش حقوق بشر صحبت کرده، و امنستی اینترنشنال یعنی و سازمان های مختلف دیگه ای که عفو بین الملل و سازمان های مختلف دیگه که هر روز رصد میکنن گزارشات ایرانو، به خوبی این مسئله رو مشخص کردن. آقای چارلی روز و دیگران که مصاحبه میکنن این موضوع رو به خوبی میدونن، و تعجب اینجاست که آقای ظریف با این همه سالهایی که در آمریکا بوده و میدونه که رسانه ها به خوبی مسائل رو میدونن، این دروغ بزرگ گفته، و یک مقدار اعتباری هم که ایشون داشته با گفتن این دروغ بسیار بسیار بزرگ باعث بی‌آبرویی بیشتر خودش و جمهوری اسلامی شده. و ما امیدواریم که کشورهای خارجی، مخصوصا 5+1 که مذاکره میکنن با آقای ظریف و تیمشون، متوجه این موضوع باشن که در یک مورد بسیار واضحی که ایشون دروغ به این بزرگی رو میگه، باید توجه داشته باشن در مسائل مختلفی که مذاکره میکنن، در اون قسمت هم به مراتب بیشتر دروغ خواهند گفت، و در انتها نشون خواهد داد، من به شما اینو قول خواهم داد، که اون کاری که تا الان انجام شده به نتیجه خوب نخواهد رسید. خب آقای صابری، پس دارم به گفته این بابا، آقای محمد جواد ظریف، این کسانی که در زندان هستن مثل ارژنگ داوودی، مثل بسیار دیگه، کاظم‌نیا بروجردی، مسعود باستانی و و و و و بسیار دیگه که اسامی بسیار، اینا ظاهرن برای تفریح و خوشگذرونی اینا به زندان رفتن نیست؟ جناب سرنگی، ببینید متاسفانه من لغت بهتری از این پیدا نمی کنم. در جمهوری اسلامی دروغ گفتن اوناخ نیست، استخوانم که نداره گرمه بگیره. آقایون همینجوری روزانه چندین بار این کار رو تکرار میکنن. آقای افشین‌جم فرمودن وقتی کسی که دروغ به این بزرگی، فاحش میاد تو تلویزیون انجام میده، با اینی که سازمان ملل
خود همون جای کشوری که ایشون هستن و داره مصاحبه رو میدن چندین و چند بار شاید صدها بار اعلامیه دادن در مورد نقض حقوق بشر، اینها میان یه همچین چیزی رو میگن. خب دیگه من فکر کنم صحبت کردن در موردش بسیار مضحک باشه که آقای ظریف میاد میگه زندانی سیاسی نداره. همین چند روز پیش اتحادیه اروپا بعد از جریان لوزان خانم ماریچی خاصه که نماینده اتحادیه اروپا هستند از حزب لیبرال تو هلند، عملا عنوان کردن و از اتحادیه اروپا خواستن که مثلا حقوق بشر در اولویت قرار بدن و یه گروهی درست بکنن که برای فشار به جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر. بعد من در تعجبم که چجوری آقای ظریف میاد دروغ به این بزرگی رو به این واضح که همه دنیا داره انتقاد میکنن، آقای ظریف میان میگن و نقد میکنن میگن زندان سیاسی در ایران نداریم. همینجوری که شما گفتن حتما این دوستان ما مثل ارجنگ داوودی، آقای کاظمی بروجردی، آقای تبرزدی و امثال هم که این هم هستن، الان این جوانی که وبلاگ نویس بود الان جونش در خطره، حتی ترس دارن که این جوانو بفرستن به بیمارستان برای ناراحتی کلیوی دارن. خب شما حساب بکن کسی که اینقدر ترس داره، خب این آقا میاد میشینه تو تلویزیون تو روز روشن میشینه به همین واضحی میاد میشینه دروغ میگه. اینا خیلی خوب، من بارها شده در این برنامه شما از طرف خود شما، من یادم در دفعه پیش بوده که با زیر انتقاد قرار گرفتم به خاطر که گفتم ایشون تحصیل کرده هستن و ایران به هر حال آقای روحانی اومدن چند تحصیل کرده استفاده کردن، ولی متاسفانه ایشون حرمت خودشونو به خاطر تحصیل خودشون هم نگه نداشتن و اومدن دروغ به این بزرگی کردن. من فکر میکنم که آقای ظریف بهترین کاری که میتونه بکنه شفاف هم در فیسبوک خودش هم در تلویزیون ها بیاد بگه که این دروغ بزرگی بوده که من گفتم و اشتباه بوده که کردم. فکر میکنم بهترین کاری هست که میتونه بکنه. خب البته تحصیل کردن به خودی خود چندان مهم نیست. بسیاری از افرادی که در دستگاه گوبلز بودن، افراد در دستگاه هیتلر بودن از جمله گوبلز، افراد تحصیل کرده ای بودن. حالا اون که آقای گوبلز مثلا میگفت دروغ هرچه بزرگتر به حقیقت نزدیکتر از، این حرف ها هم خب میزدن. شاید آقای ظریف هم یه جوری تقلید گوبلز رو میکنه، چون حتما به عنوان وزیر خارجه هم شده باید به همتایان خودشون از این نظرها، حداقل از نظر دروغگویی و دروغ پردازی توجه بکنه که کرده. اما آقای افشینجان ببینید، شما اشاره کردید که احمد شهید رو، اگر این راسته چه ترسی هست، چه نگرانی هست نه تنها احمد شهید بلکه نمایندگان عفو بین الملل و بقیه رو درها رو باز کنن، این توجیهات رو هم بذارن کنار که تعریف زندانی سیاسی رو یه تعریف دیگه بدن، بعد بگن مطابق این تعریف ما زندانی سیاسی نداریم. یعنی مثلا فرض کنیم تعریف زندانی کسی که علیه ولی فقیه اقدامی میکنه یا ولی فقیه ترجیح داد یا فلان ملای حکومتی گفت این کارش خلاف اسلام هست، این دیگه سیاسی نیست، مجرم سیاسی یا متهم سیاسی یا زندانی سیاسی نیست. بنابراین اینا همشون هم چه کارهایی کردن، زندانی سیاسی نیستن. از این ترفندهای حوزوی هم خب به کار میبرن، ولی جدای از اینا چرا اجازه نمیدن در رو باز کنن؟ هر چند نهاد بین المللی پاشن برن اونجا بیان بگن بله این آقای ظریف کاملا درست گفت، در ایران یک زندانی سیاسی نیست، مسعود باستانی و مهدی گورو و بقیه هم اشتباهی داشتن میرفتن جای دیگه، سر خودشون داوطلبانه رفتن در زندان. بفرمایید. ببینید علتی که خب طبیعیه، علتی که اجازه نمیدن که بیان و از خیلی خرابتر از اون چیزی است که حتی در رسانه ها هست. شما حساب کنید که از قسمت زندانیان عقیدتی، شما حساب کنید که چه مقدار زیادی از بهایی ها در زندان ها هستن، چه مقدار زیادی از منزلاشون کسبشون گرفته شده، بسته شده، حتی خودتون اطلاع دارین مسلما هم در این برنامه گفته شده حتی به قبرهای قبور این
هموطنان که عقیدتشون با اسلام فرق میکنه رحم نکردن و سنگ قبرها رو شکستن. درخت هایی که کاشته شده، شما حساب کنین درختی که بالا سر یک در یک محوطه قبرستان قطع شده و قطع کردن، شما تصور بکنین ممکنه که با این کار به خود مردم رحم بکنن؟ مسلما اینطور نیست. و اومدن آقایون یا خانم‌ها از طرف سازمان‌های مختلف عفو بین الملل و یا حقوق بشری به ایران، تمام اون برنامه‌هایی که تا حالا انجام دادن مسلما بیشتر روبرو میشه و اونا نمیخوان که شواهدی رو، شاهدهایی رو داشته باشن در پرونده هاشون. البته من دو قدم میرم عقب‌تر و وقتی که آقای خمینی وقتی که وارد شد، یعنی رهبر انقلاب ایران، و وقتی که میگن که این صحبت‌هایی که شما کردی چرا این صحبت‌ها رو کردی، ایشون به راحتی میگه من تقیه کردم. تقیه یعنی چی؟ یعنی من دروغ گفتم. بنابراین وقتی که رئیس کل انقلاب اسلامی به همین راحتی میگه من تقیه کردم یعنی دروغ گفتم، خب از بقیه وضعش مشخصه. من این نکته رو اضافه بکنم، گفتن که آقای خامنه‌ای گفته که ما نمیخوایم برنامه اتمی و سلاح اتمی داشته باشیم. خب به خاطر سابقه ای که جمهوری اسلامی داشته و الان نمونهش دیروز دیدیم، آقای ظریف دروغ به این بزرگی رو در مقابل میلیون ها نفر در روبروی تلویزیون میگه، پس چه توقعی آدم میتونه داشته باشه از خود انقلاب، از آقای ظریف، از آقای خامنه‌ای؟ و اینا متوجه نیستن که این خارجی ها این مسائل رو میدونن ولی به روی خودشون ممکنه نیارن. و این فرق ما ایرانی ها یا خاورمیانه ها به این صورت با خارجی هایی که دیگه، که ما ممکنه بلا فاصله بروز بدیم، اون عکس العمل نشون بدیم، ولی خارجی ها سرشون ممکنه تکون بدن، بگن شما ممکنه درست میگین ولی میدونن که اینا دارن دروغ میگن. و تمام اینا باور کنین آقای چهارنگی، ذره ذره باعث شده که این مسائل به اینجا رسیده و متاسفانه اینا به هیچ وجه این موضوع رو درک نمی کنن. و تنها چیزی که من میتونم در اینجا خدمتتون بگم و به مردم ایران ازشون بهشون بگم که چاره چی هست. تمام اینا بالاخره بعد ما به یک محلی از چاره برسیم. چاره این هست که این رژیم باید تغییر بکنه. اگر تغییرات در رژیم هم بشه که بخوان یک مقدار مردم رو راضی بکنن، در انتها این فایده نداره، برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس دروغ انجام شده. شما حساب بفرمایید که اون قولهایی که خمینی داد و گفت این کارها رو انجام میدم و تمام این 36 سال قولهایی که همه دادن، آیا یک کدومش انجام شده؟ به هیچ وجه. پس اگر خمینی یک معامله‌ای کرده با مردم ایران و مردم ایران اون معامله رو قبول کردن، ما در فقه اسلامی یک لغتی داریم به نام غبن فاحش. غبن فاحش یعنی که شما اگه برین یک معامله رو بکنین و این معامله خیلی خیلی سرتون کلاه بره، اون معامله باطله از نظر فقهی شرعی هر چیزی که حساب بکنین. ایران، مردم ایران یک غبن فاحش بهشون وارد شده. بنابراین این معامله‌ای که آقای خمینی از ابتدا کرده تا به امروز، این غبن فاحش بوده و این فسخه. و اگر قبول ندارن آقایون، خواهش میکنم بفرمایید یک رفراندوم بذارین. رفراندوم بذارین و نه مثل رفراندوم قبلی که جمهوری اسلامی بله یا خیر، بلکه چویس های حق انتخابات بیشتری بهشون داده بشه. من در خدمتتون. بله، این مسابقه البته بازپخشایی هم داشته و به هر حال آقای محمد جواد ظریف اشاره کردن، آقای افشینچی هم که از روز نخست رهبری جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همین سخنان رو هم گفت. البته یک نکته رو تأکید کرد که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم. حالا اگه آقای
صابری بیان و بگن که بله آقای خمینی گفت ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم، یک تعریفی ما از بشر داریم که این تعریف عبارت از اینه: هر کسی از ولایت فقیه پیروی کرد از نظر ما دارای حقوقی است که ما به رسمیت می‌شناسیم. و حتی میتونیم یه جایی هم براش باز کنیم دستی و حتی میتونیم جایی هم براش باز کنیم دستی در این کاسه داشته باشیم. بنابراین اونایی که بیرون از این دایره ولایت هستن صاحب حقوقی نیستن. اعلامیه حقوق بشر هم که آقای خمینی گفت ما قبول نداریم، چه خواهید گفت؟ جناب سرانگی، اولا که آقای خمینی به عنوان فرد، به عنوان کشور نیست. دوما که ایران به عنوان یک دولت، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت، زیر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کرده و گردن نهاده به اون چیزی که در اون پیمان نامه نوشته شده. البته جمهوری اسلامی از مسئله حقوق بشر، مسئله اتمی، تمام این مسائل نگاه میکنه در زیر 35 سال همه چی رو زیر پا گذاشته. و البته من بارها هم گفتم که من نمیدونم که آقای اوباما هی اصرار دارن که با اینا کنار بیان، بعد نمیدونن که اینا زیرش میزنن، بعد دوباره از یه جای دیگه کار دیگه میکنن. حالا اون مسئله اتمیشه، ولی سر مسئله حقوق بشر آقای چلنگی، اینها به هیچ وجه قبول ندارن مسئله حقوق بشر جهانی. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت فقیه از پایه اوضاش که داره میبینی اینجوری، بر اساس خشونت، بر اساس قتل، بر اساس خونریزی، بر اساس شکنجه بنا شده اینا. اگر شما بخواید این خون و این شکنجه و این کشتن و این رشوه خواری و اینها رو بگیری، اون دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست. یعنی این بنا شده بر اساس این. آقای صابری عزیز، ببینید، شما میگین خون و شکنجه و همه اینا، میگن آقا این شکنجه شما میگین، این یه جور تعذیرات دینی است به روایت ولایت فقیه، تعذیرات اسلامی است به روایت رهبری جمهوری اسلامی و بقیه. و این خونریزی یا هر چی که شما میگید و کسانی که معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستن میگن، اینا یک جور شرعیاتی است که ما باید اجرا کنیم، مجازات اسلامی است. چه خواهید گفت؟ خب جناب سرنگی، ببینید، وقتی شما پیمان نامه رو امضا میکنید در سازمان ملل، شما بر اساس اون پیمان نامه باید گردن بنهید بهشون. به خاطر اینکه ایران هر ساله تو این کنفرانس شرکت میکنه، شما دیدین همین آقای لایجانی همین چند ماه پیش بود اونجا صحبت کرد و در اونجا بودش. و یعنی اینها متاسفانه همه چیزایی که امضا میکنن زیرش میزنن. مثلا اینی که در داخل ایران اینها چی میگن، به خودشون برای خودشون دست میزنن به هم دیگه، به هم دیگه ماچه بوسی میکنن، اون یه بحث جداگانه است. اون چیزی که در جامعه بین المللی عنوان میشه و پیمان نامه‌ای رو شما امضا میکنید یک بحث دیگری است. شما نمیتونی جایی بری امضا بکنی به زیر رو بزنی بگی نه قانون من، چون قانون ولایت فقیه، من بر اساس قانون ولایت فقیه خودم میرم جلو. همچین چیزی در سازمان ملل نیست که شما چه دینی داری، چه مذهبی داری، از کجا آمدی. به عنوان مسئله انسانیت یک قانونی گذاشته شده به نام حقوق بشر و بر اساس اون حقوق بشر گردن مینن. خیلی خوب، شما میگین که آقایت میگه که آقا من اونجوری میکنم، خب خیلی راحت میتونه از جامعه جهانی بیاد بیرون. و بارها ما به دوستان ما تقاضا کردیم از سازمان ملل که آقا جمهوری اسلامی چون گردن نمی نهی به این مسئله که زیرش امضا کرده، خب بیرونش کنید از سازمان ملل، از اون جریان حقوق بشر، جریانات حقوق بشری بیرونش کنیم، اصلا نذارین اینشون بیاد در اونجا و در اونجا شرکت بکنه. بحث اساسی اینه که باید جمهوری اسلامی یا گردن بنهه یا از جامعه جهانی حقوق بشر بیاد بیرون، از اون چارچوب باید بیاد بیرون. این من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه انجام بشه. آقای افشینجم، به سازمان ملل اشاره شد. خیلی بر این باور و اعتقاد هستن و این نظر که مسئله اتمی جمهوری اسلامی باعث شده که یک پرده کشیده به توجه بر توجه کشورهای آزاد، اروپایی، آمریکا،
علی‌رغم همه اینا البته خب کانادا ظاهرا پیگیر بوده، دو تا پیشنویس قطعنامه شاید هم بیشتر رو به سازمان ملل ارائه داده بود که تصویب شد. اما در مورد آمریکا و خصوص دولت اوباما، آیا این تا چه اندازه واقعیت داره، بازتاب واقعیت؟ بله درست میفهمین. در مسائل حقوق بشری همچنین که آقای صابری هم فرمودن، جمهوری اسلامی اگرچه جزو امضا کنندگان میثاق‌های بین‌المللی هست، ولی متاسفانه تا به امروز هیچ کدوم از اونا رو رفتار نکرده، چه در مورد حقوق بشر و چه در مسائل مختلفی دیگه. به عنوان مثال همین برنامه که حتما در جریان هست، این مسابقات عدم ورود بانوان به استادیوم ها، در تمام فدراسیون ها جمهوری اسلامی اینو امضا کرده که تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی وجود نداره، ولی متاسفانه میبینیم که در این مورد هم درست انجام نمیشه. پس منظور من از این صحبت اینه که اون معاهداتی که جمهوری اسلامی امضا کرده متاسفانه هیچ کدومش رو قبول نداره و انجام نمیده، و ترس جامعه بین‌المللی هم برای مسائل اتمی هم بر همین جاست که میگه شما که این همه معاهدات و میثاق‌ها رو امضا کردین و تعهداتی که دادین و امضا نکرد و قبول کردین، چرا انجام نمیدین؟ و نگران این هستن. یکی از مفادی که در این تفاهم نامه وجود داره اینه که احیانا اگر جمهوری اسلامی به این مفادهای مختلف تن در نده، بلافاصله تحریم ها برمیگرده به جای خودش. اینو به خاطر این گذاشتن که هیچ اطمینانی به جمهوری اسلامی نیست. بنابراین برگردم به سوال اصلی شما که حقوق بشر به کنار گذاشته شده و به خاطر این تفاهم عرشبت حضورتون اتمی، ولی صحبت هایی که میشه و در نوشته هم به وضوح روشن هست این هست که حتی اگر تفاهم به توافق برسه و امضای قراردادی بشه، دو تا چیز هنوز روی میز هست. یکی برنامه عدم، یکی نقض حقوق بشر هست که هنوز روی میز خواهد بود، و دیگری دخالت روزافزون جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه است که ما شواهدش رو داریم در عراق، در یمن، در سوریه، در لبنان، حتی در افغانستان و در پاکستان و بعضی از کشورهای آفریقا از جمله سودان، که البته الان سودان نماینده های ایران رو بیرون کرد در چند ماه پیش و خوشبختانه کسی اونجا نیست. بنابراین شما درست میفرمایید، اینا اومدن کشورهای پنج به علاوه یک و در حقیقت جامعه جهانی گفتن ما فعلا برنامه اتمی ایران رو به یک مرحله میرسونیم و در مراحل بعدی به قسمت حقوق بشر و مسائل که مربوط به دخالت ایران در کشورهای منطقه هست خواهیم رسید. که البته تمام کنشگران حقوق بشری معتقد بودند که مسائل حقوق بشر هم در این توافق نامه ها باشه، که متاسفانه میبینیم که نیست و همونطور که اطلاع داریم اینا رو تفکیک کردن، و امیدوارم اینطور باشه که پس از این که به توافق رسیدن، بلافاصله کشورهای متمدن و کشورهای معتقد به حقوق بشر به این موضوع خیلی خیلی اساسی برسن، که البته راجبش بعدا اگه وقت بود صحبت خواهیم. حتما. آقای صابری عزیز، در سوئد، کشورهای اسکاندیناوی و مجموعه اتحادیه اروپا رو سیاستش در مورد نقض حقوق بشر در کشورهای مثل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ سیاستی است تابع مساله و منافع اقتصادی یا خیر از بس گفتن دیگه خسته شدن، یعنی از بس گفتن و نوشتن، خیلی هم میگن از بس هر روز روزنامه نوشتن و از اهمیت ندادن، گفتن که اعدام نکنید اعدام کردن، زندانیا رو آزاد کنید زندانی بیشتری شد،
و تنها حکومتی هم از در دنیای که از همه نوع زندانی سیاسی اتفاق داره. از این نظر میشه گفت عدالت برقرار کرده. شما ببینید اشاره کردن به ایرانیان بهایی، مسیحیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی، روحانیت شیعه مثل کاظمینی بروجردی، اهل سنت، دانشجو، استاد دانشگاه، معلم، کارگر، صنف بازاری، صنف راننده، هر دختر، پسر، پیر، جوان، همه رقم در زندان هست. آقای ظریف خب میگن زندانی سیاسی نداریم دیگه، به هر حال خودشون و خدایی که ایشون بهش اعتقاد داره و آخرتی که اعتقاد داره لابد حساب کتابی هم کرده چون این دروغایی میگه. خب برگردیم به سوال این که اتحادیه اروپا سیاستش در این زمینه چی هست؟ تابع مسائل اقتصادی هست که کشوری که شما هستین قبل از انقلاب اتفاق کوچکی در مورد نقض حقوق بشر در ایران میافتاد بسیار بودن. در سوئد همون تی سنترالن تظاهراتی میذاشتن، سوئدی ها میمدن، احزاب چپ سوئد و جاهای دیگه، در همین لندن و جاهای دیگه و اروپا. الان چی؟ خسته شدن، حوصله‌شون سر رفت، گوش شنوایی نبود در تهران یا نه؟ شما بفرمایید. نه جناب چرنگی، شما درست میفرمایید. مسئله اقتصادی متاسفانه در 34 سال گذشته، 35 سال لااقل 35 سالی که من دیدم، سنم به هر حال چیز میکنه، من دیدم این چنین بوده که مسئله اقتصادی کم کم سایه افکنده به سر تمام این مسائل حقوق بشر و اینا. درسته سوئد یکی از کشورهایی هست که مسئله حقوق بشر رو خیلی براش مبارزه میکنه، هنوزم که هنوز که تمام کشورهای دیگه از آلمان و انگلیس و نمیدونم جای کشورهای دیگر اروپایی بجز البته کانادا، که کانادا محکم سر مسئله حقوق بشر واشتاده تو این سالهای اخیر، سوئد هنوز هم سر مسئله حقوق بشر، محکم سر مسئله حقوق بشر دائم به جمهوری اسلامی تذکر میدن. حتی من یادم تو همین چند مدت پیش وزیر خارجه جدید سوئد خانم مارگت والستروم که تازه اومدن سر کار، مجددن ایران محکوم کردن، جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به خاطر مسئله حقوق بشر. همین الان خدمت شما گفتم خانم مارچ خارچاسه که مال اتحادیه اروپاست، عملا عنوان کرده که اتحادیه اروپا باید مسئله حقوق بشر در اولویت قرار بده. ببینید جناب چرنگی، نمیتونیم ما مسئله حقوق بشر رو، سعی میکنن خیلی ها، متاسفانه اونهایی که در اندستریال هستن، یعنی در مسئله صنعت هستن، در مسئله اقتصادی کلان هستن، متاسفانه سعی میکنن مسئله حقوق بشر رو در سایه قرار بدن، در گوشه قرار بدن، در حاشیه قرار بدن. ولی این مردمان اون کشور، شهروندان اون کشورن که در کشورهای دیگه هستن که چجوری مبارزه میکنن به این مسئله حقوق بشر رو هی پررنگترش بکنیم. فرض کنیم که اگر ماهایی که الان مسئله حقوق بشر رو روزانه داره اعلام میکنیم، در صفحات مختلف مینویسیم، با سیاستمدارهای مختلف تماس داریم و اگه نگیم، خب مسلمه اصلا مسئله حقوق بشر عنوان نمیشه. خیلی کشورها هستن که اصلا مسئله حقوق بشری، حقوق بشرشون عنوان نمیشه، در صورتی که شاید خیلی آدما در اونجا زیر شکنجه و ناحقی کشته میشن یا به قول معروف حقوق بشر پایمال میشه اونجا. اینه که خود شهروندان اون کشور خیلی مهمن که چجوری مسئله رو پررنگ کنن. ولی اون چیزی که شما گفتین، سوال شما، بله مسئله اقتصادی متاسفانه یک چتر بزرگی سر مسئله، یک چی میگن، سایه بزرگی که مسئله حقوق بشر رو در حاشیه گذاشته، در صورتی که زمان قدیم اینجوری نبوده، در دوران رژیم گذاشته این چنینی نبوده. و یک دونه زندانی سیاسی که این برانور میشد، بلافاصله همه در همین تو سنترال ما میومدن و شروع میکردن به تظاهرات کردن. جمهوری اسلامی یه چیز خوب یاد گرفته جناب چرنگی، اینم اینه که جمهوری اسلامی رشوه دادن خوب یاد گرفته، فهمیده که
مشکل در کجاست؟ متاسفانه در دنیا ما آدمایی هم داریم در همون کشوری که شما الان داره برنامه پخش میکنی، مثلا آقای جاکی استرو که خودش هم عنوان کردن که رشوه میگیرن و برای آقای روحانی تبلیغ میکنن، متاسفانه هستن سیاست ندارانی که رشوه میگیرن از جمهوری اسلامی و نمیذارن مثلا حقوق بشر عنوان بشه. ما این مشکل اساسی رو داریم. از طرف دیگه لابی های جمهوری اسلام، جمهوری اسلامی رشوه میده به لابی های خودش، پول زیادی در اختیار اینا میذارن که مسئله حقوق بشر رو روشو بپوشونن و مسئله حقوق بشر عنوان نشه. به خاطر همین آقای ظریف وقتی میاد دروغ به این بزرگی رو تو یه دونه تلویزیون بین‌المللی میاد اونجا میگه که میشینه میگه ما چیز سیاسی نداریم، زندانی سیاسی نداریم. فقط از هفته پیش تا الان خواستم خدمت شما بگم 21 نفر در ایران اعدام شدن. آقایون میگن که برای مواد مخدر بوده. خوب اصلا ما فرض میکنیم مواد مخدر بوده، آیا کسی که مواد مخدر هم میکرده حق وکیل نداره؟ باید پشت درهای بسته اعلام بشه؟ چرا نمیان آقایون این مسئله رو عنوان بکنن؟ میگه زمان گذشته ما نداشتیم زندانی. میگه حق وکیل نداشتن اینا. مگه آقای گل سرخی رو نیاوردن در زندان؟ مگر آقای گل سرخی وکیل نداشت؟ میگه نیاوردنش در تلویزیون. من نمیگم حالا اون خوب بود یا این بد بوده، اصلا نه، ولی من در کل داره میگم شما در یک جامعه ای که مثلا حقوق بشر میخواین در موردش صحبت بکنید، باید این مسائل رو در موردش صحبت بکنید. من بارها در همین کشور سوئد، در کشور در اروپا که رفتم صحبت کردم، این مسئله رو عنوان کردم که آقا شما سرپوش میذارین مسئله حقوق بشر. میگه نه، ما اعلامیه دادیم ولی جمهوری اسلامی گوش نمیکنه به این مسئله. وقتی شما گوش نمیکنه، باید از دیپلماتای جمهوری اسلامی جلوگیری کنید. از کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن تو این کشور، باید با شرط و شروط باشون معامله بکنید. اگر چیزی رو میخوایم به ایران بفروشین، باید با شرط و شروط باش معامله بکنید. به طور مثال اگه شما ولوایی رو که میخواییم به ایران بفروشین، باید بگین آقا این ولوا، این جستگیر ولوایی که من داره بهت میفروشم، این برای آدم دار زدن نیست، این برای درست کردن ساختمونه که جمهوری اسلامی از همین استفاده میکنه مردم دار میزنه. متاسفانه ما این مشکلات رو داریم اینا، و اینه که جمهوری اسلامی رو یاد گرفته به با رشوه و با پول دادن. خب شما آقای چالنگی چرا راهی دور میره عزیز دل من؟ من نمیرم، من همینجا نشستم، اصلا راه دور نمیرم. بفرمایید. من حرف من میگم 700 میلیارد وقتی میگن گم شده، خب آخه این 700 میلیارد در کجا رفته؟ در جیب همین آدما. پولایی رو برداشتن، برداشتن همین چند روز پیش دوباره سی ان ان در حتما به این میرسیم، به این نکته هیفومی. من سوال من چی در مورد اتحادیه اروپا بود، مسئله اقتصادی. راه ما بسیار نزدیکه، راه ما در کنار حقوق انسانی مردم ایران هست، و این نکته‌ای که اشاره کردم، شما اشاره کرده بودید موضوع خوبی یاد گرفته یا یک موضوع رو خوب یاد گرفته، معلوم شد که یک موضوعی رو خوب یاد گرفته، یک چیزی رو خوب یاد گرفته و اشاره کردید. نکته این هستش که آقای محمد جواد ظریف این حرفو زده، دروغی به این بزرگی اولین بارم نیست که ایشون چون دروغی رو مطرح میکنه، و اولین مسئول جمهوری اسلامی هم نیست که چون این دروغی رو مطرح میکنه، ولی در حکومتی است که آقای حسن روحانی در کاخ ماندگار و تاریخی تخت جمشید حضور پیدا میکنه. حالا بحث این رو ما در روز جمعه داشتیم در برنامه روز جمعه که چرا چون این حضوری و چون این حرفی راجع به تمدن ایران از زبان آقای حسن روحانی ما میشنویم. بحث دیگری است برانگیختن احساسات ناسیونالیستی ملیگرایی ایرانیان برای نیازهای منطقه‌ای شاید، اما حضور ایشون، رفتن ایشون اونجا یادآور حرف داریوش پادشاه هخامنشی بود که خداوند ایران رو از قحط‌سالی و دروغ برحذر داد، حفظ کن. آقای روحانی اگر با آنچه که گفتن ذره اعتقاد داره، در تخت جمشید گفت، دست کم به وزیر خارجه خودشون آقای افشین‌جان بهتر این سفارش کنه که چون این دروغ‌هایی رو، همین یک قدم کوچک، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، چون این دروغ های
نگو. بله، این رفتن آقای روحانی به تخت جمشید و گفتن اون نکاتی که جناب علی فرمودید به نظر من مردم فریبیه، خودشون به درستی میدونن که اعتقاد ندارن. دو هفته پیش آقای احمد خاتمی در نماز جمعه اشاره کردن که تاریخ ایران 1400 سال هست. اینا تصور بفرمایید که یک امام جمعه که بیاد و تاریخ ایران رو به 1400 سال تقلیل بده، نشون دهنده برنامه های گوناگون این رژیم هست که رئیس جمهورش میاد اون صحبت رو میکنه، امام جمعه اون صحبت رو میکنه و وزیر خارجه در آمریکا میاد این دروغ بزرگ رو میگه و به اصطلاح مسخره دنیا خواهد بود. و من خیلی خوشحالم که آقای ظریف بالاخره دستش مچش رو باز کرد و خودش رو نشون داد و این نشون دهنده کنه قلبی جمهوری اسلامی هست که نشون میده که قابل تغییر نیست، قابل اصلاح نیست. و بنابراین من به تمام دوستانی که هموطنانمون که گوش میدن این موضوع رو، مسئله اصولگرا و یا اصلاحگری اینا اصلا مطرح نیست، مسئله این که جمهوری اسلامی از بنیان خرابه. فرقی هم نمی کنه آقای ظریف تحصیل کرده ی آمریکا این صحبت رو بکنه یا آقای بی سواد احمد خاتمی و حتی آقای بی سواد از اون بالاتر آقای خامنه این حرف رو بزنه، هیچ فرقی نمی کنه. مردم ایران باید وضع خودشونو با این رژیم روشن بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی با همین وضعی که ما دیدیم ادامه حیات داره، ایران و خاورمیانه و برخی از قسمت‌های دنیا روح صلح رو نخواهند داشت. و این از 36 سال ما سابقه داریم، یعنی یه چیزی نیست که ما بخوایم بیایم از خودمون ابداع بکنیم. این مثل روشن، مثل برنامه تلویزیونی که الان ما خدمت شما هستیم روشنه. بنابراین مردم ایران کسایی هستن که بعد تکلیف خودشون رو با این رژیم روشن بکنن. هیچ امیدی هم به کشورهای خارجی نباید داشته باشیم و امیدوارم که هرچه زودتر مردم ایران به پا بخیزن و این رژیم رو سرنگون بکنن. من یک نکته دیگه رو اشاره بکنم در ارتباط با آنچه که آقای ظریف گفت و دولت حسن روحانی. آقای ظریف جزء کابینه هست و در کنار وزرایی میشینه که گروهی از این وزیران در آدم کشی های پس از انقلاب نقش مستقیم داشته، از جمله وزیر به طنز روزگار هم که شده وزیر دادگستری شده، چون این آدمی آقای پور محمدی که بیش از 3000 زندانی سیاسی عقیدتی رو در زندان، یکی از 3 نفری بود که تصمیم گیرنده و اجرا کننده این حکم بودن، به قتل رسون در دهه 60 و در دهه 50 که میدونیم باز کشتارهای بسیار و پیگیری بود در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی که اعضای سازمانهای مختلف بیشتر از همه اونطور که گزارش‌های مختلف بود سازمان مجاهدین و همینطور بودن از سازمانهای دیگه و پیش از اون در دهه 50 هم که آقای حسن روحانی جزء انقلابیون همراه آقای خمینی بود، اعدام های بیشمار که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و تا به امروز روز ادامه داره. ادامه میدیم تفسیر خبر رو. گفتگو میکنیم با آقای افشین جم، فعال حقوق بشر در ونکوور کانادا، و آقای فرد صابری، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد.
آقای افشینجان عزیز، پیش از اینکه به سوئد بریم این پرسش رو از شما دارم. ظاهرا که دولت کانادا قانونی رو تصویب کرده، دولت فدرال یا دولت سراسری کانادا، که به من جزئیاتش رو شما قطعا بهتر میدونین و دقیق خواهید گفت، و به بینندگان، که در مورد کسانی که اقامتشون بر اساس پناهندگی بوده، تایید پناهندگیشون، چون بسیاری هم بودن، نه تنها از ایران، از کشورهای دیگه آمدن، کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی پناهندگی گرفتن و بعد هم به کشورهایی که، چون برای بینندگان من توضیح بدم، در به اصطلاح وثیقه سفر، جواز سفری که میدن به پناهندگان، همه کشورها نوشته میتونین سفر کنین الا اون کشوری که ازش اومدین. دلیلش هم خیلی منطقی هست، برای اینکه به این خاطر مثلا پناهندگی گرفتن چون در ایران در خطر هستیم، بنابراین اینو اونجا می نویسن، یعنی یادآوری. ولی خیلی از این پناهندگان بعد از اینکه جواز سفری یا هر چه که هست گرفتن، شروع میکنن به رفتن به کشورهایی که مدعی بودن در اونجا مورد خطر قرار گرفتن، که این در واقع یک نوع چطور بگم، نمیخوام بگم حق کسی رو پایمال کردن، به مسئله اینا نیست، یک نوع بی احترامی هست، یک نوع بی اعتبار کردن کسانی هست که واقعا دنبال سرپناه و جانپناهی برای خودشون میگردن و گریز داشتن از حکومتهایی که به دنبال اونها بودن، به قصد جانشون به دنبالشون بودن. این قانون جدید چی هست؟ اگر بفهمیم ممنون میشم. بله، هر شبت که من یک خلاصه خیلی کوتاهی در مورد مطالعاتی که راجع به این موضوع شد خدمتتون میگم. بعد از اینکه بعضی از کشورها، چون میدونین کشورها مخصوصا کشورهای پیشرفته، اطلاعاتی رو با همدیگه رد بدل میکنن بین مراحل مختلف سیاسی و اجتماعی کشور خودشون رو مقایسه میکنن، مشاهده کردن که عده‌ای از کسانی که به صورت پناهنده مراجعه میکنن، البته من اینو در پرانتز بگم که اخیراً متاسفانه مثل همون برنامه‌ای که در ایران الان مدارک تحصیلی رو میفروشن، متاسفانه مدارکی هم برای اینکه یک کسی از یک دینی به یک دین دیگه گرویده، و یا اینکه مدارکی رو تهیه میکنن که کسی در زندان بوده و یا شکنجه شده یا مخالف بوده، و حتی عکسایی رو درست میکنن که مونتاژ شده که کسی شکنجه شده و به یک صورتی هست، اینو میارن و بعد بر اساس اون اینو، البته این قسمت سراسری نداره، بلکه کسایی هستن که این کار رو انجام میدن، و بعد پناهندگی میگیرن و میان به کشورهای اروپایی و کشورهای شمال آمریکای شمالی، و بعد از مدتی مشاهده شده که همین افراد، مثل عرض میکنم، اگر کسی از دین اسلام به دین مسیحیت گرویده و یا اینکه همجنسگرا بوده، بعد از اینکه مدتی اومده ملاحظه کرده این همون کسی که گرویده از به دین دیگه، دو مرتبه رفته در مسجد یا حتی کمک کرده در بازسازی مسجد یا دعا میخونه و غیره، و یا کسی که گفته من همجنسگرا هستم، بعد از مدت دیدن که یکی دوتا بچه هم ممکنه داشته باشه. خب اینا ملاحظاتی که کردن، میبینن که این درست نیست. اون کسی که اومده دروغ گفته در اپلیکیشنش، در اون پرسشنامه‌ای که هست، مورد اطمینان نمیتونه باشه. و بعد بالاتر از همه اینا، بلافاصله بعد از اینکه کاراشون درست شده، درخواست ورود به ایران کردن، خب سفارت هم بهشون ویزا، پاسپورتشون و گذرنامه‌شون رو بهشون میده و اینا برمیگردن. خب بعد از مدتی میبینیم که اینا تحت نفوذ اون کشور اولیشون هستن و میان کارهایی رو انجام میدن و یا اثراتی رو میذارن که برخلاف منافع کشوری است که بهشون پناهندگی داده.
یعنی تحت نفوذ آقای افشینجان روشن بفهمید ممنون میشم، چون گفته میشید خیلی وزارت اطلاعات ایران یا نهادهای امنیتی دیگه چه ایران چه جای دیگه در زمان شوروی این بوده زیر پوشش پناهجویی خیلی آدمهای خودشون رو فرستادن به در اون زمان در جنگ سرد متداول بود، امروز روز هم حکومت‌های دیگه یاد گرفتن از جمله حکومت ایران. منظور این هست یا؟ بله اینطور درست هست که البته من باید اینو تأکید بکنم که همه پناهنده ها اینطور نیستن. مسلمه خیر تعدادشون هستند و بعدم بعضی از پناهنده ها به خاطر مشکلات مالی احتیاج به پول دارن یا زندگیشون کمی بهتر باشه، اینو جمهوری اسلامی به خوبی درک میکنه و افرادی رو داره که اینا رو به اصطلاح نشانه بگیرن و یا اینکه زمانی که میرن به ایران و یا اینکه حتی در کشور مهمان هم که هستن، میزبان که هستن، به اونا مراجعه میکنن و بهشون قول و قرارهایی میدن و اونا متاسفانه به خاطر مسائل مالی و غیره قبول میکنن. اینم یک قسمتی دیگه از اون برنامه هست. حالا این قانون به طور فشرده بفهمین، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، این چی هست چه خواهد کرد؟ بله قرار کارشون به این هست، به این صورت هست، کسانی که به صورت پناهنده اومدن و اینو و بعدم برگشتن به کشور مربوطه خودشون، این پناهندگیشون رو لغو میکنه و میگه که شما که به صورت پناهنده تشریف آوردین دیگه پناهنده نیستین، یعنی مشکلی ندارین در ایران باشین، بنابراین شما بهتره که همونجا باشین، با ما کار نداشته باشین. حالا اگه پناهنده بود و بعد به مرور شهروند کانادا شد، بله شهروندیش هم لغو میکنه؟ فرق نمیکنه، زمانی که شما بتونین به کشوری که ازش فرار کردین و اومدین و بخواین برگردین، بنابراین شما دیگه زندگیتون در خطر نیست. ملاحظه بفرمایید موقعی که پناهندگی میدن به خاطر اینکه جون شما در خطر باشه و یا اینکه تحت شکنجه و یا زندانی بخواید بشین به خاطر مسائل عقیدتی و یا هر برنامه دیگه که دارین، بنابراین اگر این رفع شده باشه شما دیگه پناهنده نیستین، پس لزوم نداره که اینجا باشین و در ضمن شما جای دیگران هم میگیرین که واقعا پناهنده واقعی هستن. اینم یه نکته دیگه است که باید توجه کرد. من باز اینجا تکرار کنم که قطعا همونطور که آقای افشینجان هم اشاره کردن، قطعا پناهجویان نه تنها همه بلکه اکثریتشون هم چنین نیستن، تعداد قلیل کمی هستن با یه تیر دو نشون زدن. یکی اینکه مامورای اطلاعاتی رو نه تنها حکومت ایران، حکومت‌های دیگه هم این کار کردن در طول تاریخ مدرن، زیر پوشش پناهجویی میفرستن، به عنوان مخالف میفرستن، در زمان شوروی این کار بسیار شد، و بعد به کارهای اطلاعاتی میپردازن با یه تیر دو نشون. یکی مامور اطلاعاتی رو جا کردن در جایی که میخوان، دو بقیه رو یا دولت ها رو نسبت به پناهجویان واقعی مردد کردن. این کارهاییست که متاسفانه شده طی این سالهای پس از انقلاب هم در مورد ایران موارد زیادی دیده شد. به هر حال بسیار سپاسگزار هستیم و از شما آقای افشینجان، آقای افشین افشینجان در ونکوور کانادا، با سپاس بسیار از شما و امیدواریم که در برنامه‌های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. با کمال میل در خدمتتون. و سپاس از شما فرید عزیز، فرید صابری گرامی در استکهلم، که پرسش های بسیار داشتیم و وقت ما کم، قطعا در برنامه های دیگه با ما خواهید بود فرید عزیز. متشکر جناب شرنگی که این وقتی که به من دادیم، خیلی تشکر و خداحافظی میکنم از مهمان عزیزتون و همکارم. امیدواریم روزی روزگاری هیچ ایرانی ناچار به ترک کشورش نشه، همچنان که بقیه انسان‌ها در هر کجای جهان که هستند ناچار به ترک کشورشون نشن، به خاطر اعتقاداتی که دارن، به خاطر دینی که دارن، به خاطر نوشته آنچه که گفتن، و کسی نیز به زندانی نره به خاطر اندیشه و فکر و عقیده و سیاستی که برای کشورش بهبود زندگی مردمانش تشخیص داده یا معتقد هست راه و شیوه. امیدواریم چنین بشه روزی جهان.
به ویژه ایران. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، دنا، دلاهو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.